دو سایز سلام عرض میکنم، شفیع هستم. امروز 4 اپریل 2020 میلادی است و ما باز هم در خدمت شما قرار دارم. در این روزا از بس که قرنطین کردیم خدا نزدیک است که تاریخ هم یادم آوره، یعنی حتی تاریخ هم نمیمانیم که در خانه ما تبدیل شم در یک انزوای کامل. مزاق کردم، زندگی تقریبا مثل همیشه برای ما پیش میره. در جایی که ما زندگی میکنیم فضل خدا، در چند روز کسایی که مصاب به این مریضی شده باشند تازه نبوده و یک خبر خوش است. در بسیاری جای دنیا خبرها خوش است، منتها در بعضی جای ها که به خصوص نیویورک در جمله شامل است اخبار خوب نیست. زیادتر از 100,000 نفر دیگه مصاب داریم و امیدوار هستیم که زندگی بهبود پیدا کنه. برای ما افغانا به خصوص در افغانستان که ویروس غنی را داریم، ویروس طالب را داریم، ویروس وطن فروش ها و بیناموسا را داریم، ویروس چندین مملکت را داریم، این ویروس کرونا و خدر زیاد تاثیر هم نمی کنه که یکی دیگه هم در سرش گویا. اما وضع مردم ما متاسفانه با هر بلای آسمانی و زمینی که می خرابتر شده میره، چرا که هیچ گونه ارگانیزیشن وجود نداره یا انسجام در بین مردم افغان وجود نداره. اعتماد از بین رفته، اعتماد هموطنهای ما در 40 سال دست به کارهایی زدن که هموطنهای دیگه ما کاملا اعتماد خدا باخته. یک داده دیگه که بعد از این بدبختی ها خدا یک جای رسانده که می زندگی خودش خوب شده، دمو خوش است، میگه برو ما خود نجات یافتیم، دیگران را در فکرشان نیسته. و یک یاد دیگر مسئله قوم و نژاد و لسان کشته. یک یاد دیگه ما را ملاهای غول ما چی ساختن در یک جهل و نادانی با پیش میبرن. و متاسفانه ما امروز اینجا یک شعار مانده بودم، فکر کنم که اتاق تکنیکی را فراموش کرد یا در چی نشان میده، اما در اینجا نیست که در واقع جهل ویروس بدتر، جهل ویروس بدتر از کرونا است و واقعا همطور است. جهل در مملکت ما به خصوص جهل مذهبی بسیار زیاد مردم ما را به کجرا رسانده. حالا شما میبینید ملارک والا اگر بموری شهید میشی، والا کرونا که آمده کافش بر عزیز و واوش بر عزیز و ریخ، یعنی عوض از این که مردم ترغیب کنن که خود زنده نگاه کنن، مردم ترغیب کنن که خود صحی نگاه کنن که در این کرونا از دست نتن، خود فامیل خود نگاه کنن، در عوض از اون ترغیب میکنن که بخیر اما که بموری کدام گپ مهم نیست، خود کرونا دیگه شهید میشی بخیر. مردم های دیگه که در دنیا به این گپا باور ندارن، ناوقت فکر درمان از این مریضی است و انها و اقسام دواها امیال برآمده. امیدوار هستم که چی شود، که یک حالت بهتر به وجود بیاید. البته ما در این فکر هستم، برنامه را با دوستایت هم شریک کنین، ما در این فکر هستم که سر از هفته آینده اگر شود که ما و شما یک کار کنیم که یک مقدار پول جمع بکنیم برای هموطنهای که در یک مضیقه زندگی دارن، در شرایط خراب زندگی دارن، در جای مثل یونان، مثل ترکیه، مثل ایران، از همه کده مهمتر در خود افغانستان، اینا در حالت بسیار خراب زندگی میکنن، که اگر بتانیم یک دست کمک به اینا باشیم. ما خودم شخصاً با هیچ وجه دیگه فکر نیستم که پیسه جمع بکنم یا نبودیم، به خاطر از اینکه در این کمیونیتی مردمایی که پیسه دوزی میکنن و کدن و ثبوت هم شده، باز اونا هم در این فکر است که آدم های دیگر را بدنام کنن، یا که آدم های دیگر نقطه نظر اسلامی و سیاسی در دعوا هستن،
اینام در این فکر هستن، یعنی ما در فکر جمع کردن پیسه نیستم، اما ما فکر میکنم که وضع افغانهای ما بسیار قدبار است بوده، اما حال با آمدن کرونا یک قدم دیگه فشار سر مردم زیاد میشه. از این خاطر ما از پنجشنبه آینده، این یا بگویم این پنجشنبه که میه، یک ساعت برنامه زنده می داشته باشم طرف های پنج شام ما، پنج شام حال یازده ماست، پنج شام پنج شنبه ها، به خاطر از اینکه می خواهیم با وقت یک تا دو سای دیگه ما که روزای شنبه نمی تانم ببینن در وقت که تو مای جای باشن، یا باز پنج شنبه تصمیم می گیریم که کدام وقت وقت خوب تره که برای کلگی خوب باشه. اگر شما یک طریق خوب فکر میکنین که پیسه جمع کنیم و وطن ها برسانیم، پیشنهاد بکنین چی امروز چی پنجشنبه. مثلا ما میتونیم از گوفندمی پیسه جمع کنیم، یعنی در گوفندمی پیسه جمع بکنیم بازور به نام یک اتحادیه که غیر انتفاعی باشد، که اونا باز به جایی که ما میگیم رایی بکنن. ما میخواییم که اگر وطن ما که پیسه کمک میکنن، مثلا اگر یا میخواییم که برای چی کمک کنن، برای مردم در جلال آباد کمک کنن، اما پیسه در جلال آباد برای اگر در هزارجات کمک میکنن، اگر برای سیکای ما کمک میکنن، اگر برای هر کس کمک میکنن. ما میخواییم که، یعنی ما حتی فکر میکنم که اگر کسایی که نان پرافیت ارگانیزیشن ها دارن، بخصوص کسایی که در افغانستان و یونان و ترکیه در این قسمت کار میکنن، اگر که اینا با ما تماس بگیرن و ما یک نمره در برنامه دیروز مانده بودم ایمال لاهوره، شما که از او از تلفون هم میتونین تماس بگیرین و از طریق سازمان ها بیان رای خودم، ما اونمون معلومات شما رو میگیریم، یک تحقیق میکنیم که شما امو پیسر یک کس هستین که ما به شما بتانیم بتیم. مثلا در ایجه میاید ده ارگانایزیشن، امی ده ارگانایزیشن هم ما میتانیم که در لست خود بگیریم، پیسایی که جمع میشه، مثلا یک آدم میخواید به پکتیا کمک کنه، امو پیسا به امو پکتیا بره، یا در کابل برای پکتیاوال کمک میکنه، خیره برای هر کس که کمک میکنین یک کار نیکه به امو مردم برسه. اگر عمومی کمک میکنین، عمومی همون مردم هم میگیم که چشم تپت بگی و مقابل لسان و نژاد و قوم و دین و مذهب یک آدم نیازمند کمک کن، چون جمع کردن پیسه یک بدنامی کلام داره با دوزیایی که تا حال هم وطنهای ما کردن در قسمت پیسه بینا، که او رو ما نمیخوایم در سر خود بگیرم. به همین خاطر ما به هیچ وجه دهی خودم مستقیما شامل نمیباشم. ما احتمال داره از طریق یک ارگانایزیشن پیسه را جمع کنیم، ولی پیسه را او ارگانایزیشن را نمیتیم، اونا امور را دستریبیوت کنن با کسای مختلفه که در افغانستان کار میکنن یا در اروپا امریکا هستن در افغانستان کار دارن و کار میکنن. بنان ما بازونون پیسه را به وارایی میکنیم، او پیسه از طریق ما نه، بلکه مستقیم از طریق خود شما به نام شما و هر جایی که شما میگین، یعنی شما از طریق برنامه ما میایین کمک میکنین، کمک اونا میگیرن، باز از اونجا به ارگانیزیشن های مختلف دیگه پیسه تقسیم میشه که به هموطن آبرای یک کمک زمانگیر میباشه، اما یک طریق درست میباشه که نک از دیجا بدنام شد، نک از دوزی کرده بتانه، نه دیجا کسی قهرمان شد. یعنی کار را میکنین شما میکنین، ما در یک کدام خرمانی یا چیز ندارم که برای شما بگویم که اینه من این کار را میکنم و چیز، یک ما مثل شما اونموته که شما کمک میکنین، ما هم کمک میکنم، تو نیست که من نکنم، ما همیالیم هر ماه، هر دو ماه، هر سه ماه، برالاوی که همی برنامه را که من میسازم در واقع یک کمک، یک ماهانه یک 800-900 هزار دلار که میره دمی امور ما برای کمک به وطن خود میگیرم، و برالاوی از ما مایت نیست که تنها با امون بسنده کنیم، یک دو دلار که روزور ما میرسه در ایجا در اوجا برای وطن ها رایی میکنیم و آل هم کمک میکنم برای وطن های سیکای ما. مفته پیش گفتم که فنریزنگ میکنیم، اینی را ما میخواییم که شما در یه حساب باشین، حساب بگیرین و پیشنهاد بکنین که چی رقم کنیم
کی پیسا آیفون مایل نشد به دست همون نیازمند ها در افغانستان یا اگر شود در یونان یا ترکیه یا اینجا برسه. بعض هموطنهای ما در بیرون مملکت هم وضعشان اوقدر خراب است که هیچ اندازه نداره. بنام شما در این ایسه بگیرین. این یک مسئله نیست که ما چی بکنیم در فکر ازی باشیم که نه نتین پیسه نه بتین پیسه. کس میتر اگه شما یک طریق دارین که پیسه رو میتونین در ایجه رو نکنین. اگه شما یک طریق خوب دارین کمک کده میتونین مستقیم به فامیلتان به دوستایتان به کوچگیایتان در افغانستان در ترکیه در یونان شما ضرور نیست که از این طریق کمک کنین. اما هزارها و ده هزار هموطن ماست که میخوای کمک کنن اعتماد نمیتونن به چیز برای مردمای دیگه که دوزی نکنن چیز. ما کوشش میکنیم که همی به یک طریق شبه که همی پیسه در همونجا برسه. اینا رو من اینا رو باز میکنم شما میتونید زنگ بزن. امروز ما کمک نمیگیریم، پنجشنبه هم ما کمک نمیگیریم، بعد از پنجشنبه هفته دیگه که تا او ما بفهمیم که از چی طریق رایی میشه شما در این میتونین اصلا بگیرین. روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایین. دوست عزیزم صدا شما قید شد. ما شما رو میشنیدم اما من نمیفهم چرا چی شده که شما رو از دست دادم. روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایین. شکر دوست عزیزم شما خوب هستین بفرمایید. تشکر زنده باشی آقای شفیعر. من موضوع برنامه تو میخوام که دقیق نمیفهمم چی است. در واقع یه جای اومدی با جلسه تو ما موبایل با ویدیو کارش رو نمیفهمم موضوع چی است. اما من میخواستم از برنامه تو یه خواهش کنم یا نمیخوام یه نظر داشتم بودم. بله. میبینم بسیار پوستا بسیار مردم فیسبوکی کامنتار میبینم به خاطر آمدن مصیبت در امریکا بسیار خوشحالی میکنم بسیار دعا میکنم یا نفیم میکنم که این مصیبت بیشتر شود. ولی من برشان میگم که همتون آیده شما داخل امریکا فرق نداره خیلی از مردم امریکا در سیاست های به کشور دخیل نیستن و تعداد بسیار زیاد از مسلمان ها در امریکا زندگی میکنن. تنها در سال 2016 یا 2020 نزدیک به 50,000 افغان که با امریکایی ها کار کرده بودن با خانواده هایشان در امریکا منتقل شدن و اینجا زندگی میکنن، اینجا نماز میخونن، روزه میگیرن، مسجد میرن. شما آقای ایار باور کنید نسبت به بسیار از کشورهای اسلامی در امریکا مساجد تعدادش بسیار زیاد است و مسجد بسیار زیاد در خود جای داده. من در بسیار کشورها سفر داشتیم از جمله کشورهای اسلامی در افغانستان و من در اون کشورها من مساجد خالی دیدم. اکثر افغانستان در امریکا مسلمانان امریکایی را که دیدید اکثر در نماز حاضر هستن، بسیار مسلمان های بسیار مهربان با خوب هستن. اینجا آقای عیار باور کن من با مسلمان های فرض بردیم که اکثر وهابی هستن ولی با شیعه بسیار دوست هستن، بسیار دوست نزدیک هستن. مثلا اینجا این مسئله وجود نداره که مثلا شیعه وهابی کفر بوده وهابی شیعه کفر بوده. اینا هر کدومشون برای خود زبان هستن، نماز عبادت خود را انجام میدن و دیگر هم کار ندارن. با بسیار انسان هست بود مثلا مدار ما نباید نفیل کنن در حق انسان ما نباید نفیل کنن. مهم نیست مسلمان هست نیست کدام دین مذهب دارم، هندوست مسلمان هستن یهودیش هم فرق نمی کنن. فقط نفیل نکنن در حق دیگر هم کنن که ما کابلی ها در سابق همین مطلب را داشتیم و می گفتن بزرگای ما می گفتن که نفیل دو سر دارن تیر نفیل دو سر داره. اگر تو پسند تکر شدی کنی با سر سر میش و در خود بر میگردن. یعنی خودتا فرزو نفیل داستید میبینیم. من رمضان خواهش نکنم لطفا نفیل نکنیم. اکثر که این مسئله نفیل و یا دعا کردن اینا خود زیادتر بخاطر آرام ساختن دل انسان است یا روح انسان آدم میکنم روش هم داشت آرامش بکنم. باز هم چون ما اجازه بدیم اجازه بدین و گپ شما رو شنیدم و کاملا هم راست میگین. یکی که حکومت امریکا
در تبانی با اعتیاد کمپانی های بسیار کلان. اینا در پای ازی هستن که در جای دنیا که ریسورس هاست در قید خود بیارن، به شمول خود مردم امریکا را اینا اما تو جمع بکنن برای خود مال حالشان. مردم امریکا واقعا مردم بسیار خوبه. این من 30 چند سال است که در امریکا زندگی میکنم، ولا به اندازه مهربانی مردم امریکا در دنیا بسیار کم پیدا میشه. در قسمت دعا و بدعا، این خدا بلا تشبیه غول نیست که ما به خدا مشوره بتیم، خدا اینا را از بین ببر، اینا را رشد بده. مانایش ایست که ما به کدام بتک خرد باور داریم که او خودش نمیفهمه ما باید برش بگیم خدای ای را بزن، خدای ای را بکش، خدای بر ما ای تو کن. اگر دعای مردم افغانستان یا مسلمان ها تاثیر می داشت، همی افغانستان در 40 سال در یاتش نمیسو. مانایش ایست که دعا اصلا هیچ فایده نداره. در دعای بعد قلب زشت یک انسان را میبینی، یک انسان را میبینی که چقدر یک انسان زشت است که به دعا که به دیگران دعای بد میکنه، و یک آدم مهربان میبینی که به دیگران دعای نیک میکنه. نه دعای نیکش تاثیر میکنه نه دعای بد، اما تنها طینت زشت یک انسان و طینت مهربان یک انسان میبینی. انسانایی که دعای بد میکنن اینا انسانای بدطینت هستن، معمولا خودشان آنقدر بدطینت هستن که دونمو بند میمانن، چای بر خود کنده میرن. از این خاطر کسایی را که میبینین به خدا دعای بد میکنه، اینا به خدای بد باور دارن. ما چرا دعای خوب و بد ناقی نمیکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر واقعا ما به خداوند باور داریم که تمام کائنات خلق کرده. اگر یک چیز بخواه بکنه، حاجت به دعای ما چی؟ سمیه چی عبدالله انصاری میگه الهی دعا به درگاه تو لجاج است، چون تو دانی که بنده به چه محتاجه. یعنی یک متصوف با بزرگی عبدالله انصاری میگه خدایا دعا کردن به درگاه تو یک لجاجت است، یک کار زشت است، چون تو میفهمی که ما محتاج چی هستیم. بنابراین کسایی که برای مردم دعو میزنن، دشنام میتن، اینا تنها طینت خود رسامی میکنن. اما مردم امریکا شما باور کنین که نمیال بسیاری هاست که در این فکر است که چطور به کشور مثل افغانستان کمک کنیم، با کشور مثل پاکستان کمک کنیم. اینا به دین خود باور دارن، اما هیچ وقت به دین دیگران نظر بد ندارن. اگر نه نمی افغان های ما امیال به ما قدر کسافت هایی که میکنیم یا مسلمان ها که میکنن یا باید ما را چور بردن، اما به هیچ وجه. بنابراین گپ شما کاملا درسته. هموطن های ما در هر جایی که هستین، شما ای را بفهمین که خدا اگر راستی به خدای باور داری که دانای مطلقه، تو فکر میکنی با من نیاز داره که ما بگویم خدای جان مامده بکش یا جان مامده پیسه بده؟ همین دعا را نکن. نماز که میخوانی دعا نکن بعد از نماز که تکای تکو. اگر دعا میکنی یک دعای خیر کن که طینت خوب خود نشان بدی. دعای فایده نداره، نه منفی نه مثبت، اما حداقل تو را باعث یک آدم خوب رسامی میکنه وقتی که دعای نیک میکنی. اما وقتی که دعای زشت میکنی یک آدم غول دیوانه احمق جاهل معلوم میشی، اما خدای تام دیوانه معلوم میشه. معلوم میشه که خدای تو هیچ عقل نداره که تو باید مشوره بدی که خدا ای را بکش، ای را کمک و ای را. بنابراین ما همراه خودت کاملا هم نظر هستم. بیاییم که باور کنیم که خداوند دانای مطلقه. اگه دعا میکنی برازی که وجدان خود را راحت بسازی، دعای نیکو دعای بد نکو. ما بسیار خوش شدم دوست عزیز. تشکر آقای اگر میگوزه باشه کتا بگم کتا بفرمایی. من در خاطر از این آقایی شده کردم که در امریکا دیگه در مدفنه ما شما در ویروس کرونا مبتلا شده، و چون ما قلب ما تمام افغانا در هر کشور که زندگی میکنیم قلب ما برای هم میتفن، ما همیشه یعنی تمام افغانا همیشه هم کار افغانستان از طریق رسانه ها فیسبوک و یوتیوب و سایر رسانه ها دنبال می کنیم، و اگر که از رسانه ما که به ویروس کرونا مبتلا شده امروز با من شکایت کرد، یعنی بسیار بسیار ناراحت بود، می گفت که من قلب می من می گفت قلب می رنجه وقتی که می بینم افغانه ما نصیب می کنم که امریکا خوب شد از این بدتر شد یا مصیبت رو بیاد از سرش بیاد. می گفت ما رو می زندگی می کنیم. می گفت اصلا این
خود ما در مثلا فش میکنم گفتن این مرحله نبین و این حرفا رو بسیار زیاد جدی هم نگیریم فقط در می کنه دعای خیر کنه در حق انسانان شما در شما خدای رسول هم می دروش شد که دعای خیر می کنه در حق مردم بس در حق نمی تشکر تشکر امو نفر دعا میکرد که خدایا با ما یک گو بتی برای اعظم گو همسایه را بگیر. خدا گفت بر تو گو میتم منطقه گو همسایه را اگر میخوایی که بگیرم باز بر تام گو نمیدم. گفت خیر با ما گو نتی منطقه می گو همسایه را بگی. اینا انسان های زشت هستند. متاسفانه ما در یک فرهنگ کلان میشیم که بوبو کلان خدا دیده میباشیم بعد ما میکنه باز مادر کلان چی مادر خدایی خدا امو فکر میکنیم که کدام مانا داره. بله همه هر دعا که میکنیم بکنیم برای ما بعد میگه خوبش مانا نداره. روی خط سنتوس بزن بفرمایید. روی خط سنتوس بزن. الو سلام دوست بزن بله جور سنت بفرمایید دوست بزن خوشحال استم دوست بزن بفرمایید. بله. امی امام مسلمان ها مچه میچی آزد از خدا میربان از خدا میربان از این مرز آمده این امام در جرمانی که مسخانه بیره بر آمده نمیتنیم برای دیگه باید سودا بگیریم و بگیریم اما بله در این صورت نمیتنیم یک دفعی بریم سر یک پارتی رو بینیم دیگه این مرز ما خوانستان مچه چون خدای ما که رب العالمین است کاملا کاملا رب العالمین اینه میره یا نمیفهمن و نمی پیغمبر هم از ما خدا هم از ما دیگر را کلش در دوزخ می رویم. ما اینی دنیا را ما برای خود دوزخ ساختیم یعنی مسلمان ها یعنی خانه خدای ما بسته شد در جنوز هم اینا فکر نکردن کمی حد چرا بسته شد یعنی خانه خدا که فکر میکردیم چرا بسته شد. حالا اگر خدا میخواست که کفار صدمه برسانه خانه خود چرا بسته کرد نیست و پا خدا خدای تمام عالمیان است. اینی نفر میاد اینجا دو میزنه اما خیال از یا که در سر من 8 سال شد که در اینجا آمدم اگر من از دو میترسیدم و از دوام میترسیدم در 8 سال من در اینجا نمی بودم اما سعی کنید در 8 سال اونمو کسایی که دعوا داشت کدش یک یکی از بین رفت کدامش در اینجا هست اینه من خود در سر پای خود در اینجا هستم اما ما چی شد کلگیش گم شد به خاطر چی که جهل میفروختن تاریکی میفروختن ما چراغ مفروشیم اونا تاریکی و جهل اینمی تفاوتش است. ما میمانیم چرا که ما آینده هستیم ما به مهربانی و شفقت باور داریم به احترام باور داریم به با این باور نداریم که علیه کافر علیه او کافر علیه علیه این ما را در یک انزوای جهانی قرار میتر و هر حال دوست عزیزم شما برم و پیشنهاد کنیم که چی رقمی ما کمک کنیم آن وطنا را ما هیچ وقتی کار را نکردیم و در این زمان نمیخوایم که کار کنم که نتیجه منفی بده. شما بگوین که چی رقم کنیم که این پیسه را چی رقم جمع کنیم اول و دیگه ای که چی رقم تقسیم بکنیم امون رقمی که ما گفتم صحیح است یا نه بفرمایید دوست از امروی خط هستیم آقای حافظی سلام عرض میکنم خوب هستین انشاءالله شکر بعد نیب بفرمایید. ما خواستم تمایل این آقای چیلیار بله و بینیده اون مطرم رو شما یک معلومات بدم بله که شما میدانید که در مثال که آدفه لندش زمین در گوشه بله در بلخشان چرا از دالان ای جمع مولی کرد چقدر؟ ما هم رای بلخ چرا از دالان بله خودش بله و ما که باش تماس کردم و مثال ما هم رفتیم یک چند برای از اونا برای از اینا بردیم خواه خواه بسیار آها به بعد پیش خواهش کردم که ما کنم که بگیرم هر چیز که میخواید یا گفت که نه با خود ما حیات داریم و با خود ما میگیم و چطور چرا بعد ما اونجا رفتیم از چندین بار رفتم از مثلا شهرک میگه بار دنبال کردم و یک روز تصورفت سربیه بود یک محفل ساتیا بودی با این سر کردم و بسیار به شرمانه اونجا بود که مثالش کرد که آقای سکیدیان چی کردی؟ مثلا این کلاره گفت که من شرک ساخته اینجا من گفتم من لاسی آمدم که میدید رو خواهی ما
که ما امیر دمیری ها مطرح کردم که پیسه چی شد، آمد در برنامه خود گفت ما در پیش ما هست، گفت ما یک پیسه را نگاه کردیم، باز برای شما یک مؤسسه غیر انتفاعی می سازم. باز ما برش گفتم که مسکین یار صاحب، این پیسه برای بدخشان امو زمین لرزه بود، این باید در موج در مو وقت مصرف می شد و هر چی زودتر باید او برد. در این روزا آمده گفته که من میرفتم افغانستان، در ترکیه بودم، باز را بسته بود، نتانستم که این پیسه را ببرم. 6 سال بعد آمده که ما این پیسه را، در واقع یک بیعتمادی بزرگ که در جامعه به وجود آمده، آقای مسکینیار آدم مثل سجه است که اینا سجه برای 6 و 7 سال پیسه دوزی میکرد به نام زنای بیوه و یتیم. مسکینیار بارها، تنها یک بار نه بلکه بارها زیاد دوزی کرد، پیسه در جیب خود زد. این آل یا میگه کم پیسه پیش ما است، ما یک کمیونیتی خواب برده استیم. اگر نه اینمی مسکینیار اینمیال اونمو 2 ویدیوش در ایالت کالیفرنیا برای اتونی جنرال بتن، اینمی مسکینیار پیسه را مزش میگیرن بندیان بشه، سجیه میتونه که 10-15 سال بندی شه. اما ما یک کمیونیتی از مردم های خواب برده استیم، در این فکر نیستیم که کار را کنیم. با آن باز خدا چی کنه، باز خدا میورداره. از این خاطر ما در این قسمت کدام چیز حال کده نمیتونیم، اما و مسکینیار هم که بگویم بیار پیسه را بده، و پیسه را ما یقین دارم وقت و مصرف شده، موتر مرسیدس خریده، پیسه تلویزیون داده چیزا، از این خاطر او را از پیش از ما گرفته نمیتونیم و تنها یک دوزی بود، او را تنها حکومت میتونه ازشان بگیره. اما اگر شما میخواین که کمک یکی از مؤسسات باشین که در میجا ما پیسه جمع کنیم، که یک کسی میگه ما برای بدخشان کمک میکنم، اما کمک میتونه که برای بدخشان بره. ما میخواییم که مردم ها حق داشته باشن. مثلا یک آدم میگه ما بیادر برای هزارآجات کمک میکنم، پیسش باید به هزارآجات بره. یک آدم میگه در هر جایی که یک نیازمند است برامو بتین، برامو باید برسه. از این خاطر اگر شما یا کدام مؤسسه چیه میفهمین، مؤسسه غیر انتفاعی میخواییم که در اوجه کمک کنه، در میجه نوشته کنین در لست و ما دوستای ما رو میگم که او رو ببینن که چی شوه، که امو رو امو نامه رو بگیرن که باز این هفته نو که میانه هفته دیگه او رو ما در لست کسایی که اگر میخواهن به اونا کمک کنن کمک کنن. مثلا ما پیسه رو
میتونیم از گوفندمی بگیریم در یک جای. از اونجا دیستریبیوت شد که مثلا یک آدم در زاراجات میگه بره و یک مؤسسه اونجا کمک میکنیم، یکی میگه در کابل، یکی میگه در پغمان، یکی هر جای کمو پیسه اونجا، یا به شکل عمومی میگه برای یک نیازمند، برای اون یک نیازمند میتیم. در این زمان ما برای سیک های وطن خودم کمک جمع میکنیم که از جمله ما روز برنامه ما گفتم یکی از دوستای ما زنگ زده بود که 1000 یورو برای از اونا کمک میکرد که او را باز اونا مثلا بر از ما میره. یعنی در این میتونین که شما ایسا بگیرین. چرا؟ به خاطر از این که ما وقتی که میبینیم مردم پیسه ما را بر کمک غریباز دوزی میکنه باید استاد شیم. اگر من نمیامدم سجه را دامنش را بالا نمیکدم، سجه تا حال قهرمان میبود و پیسه جمع کده میرفت سال سر یک و نیم دوست دوزی کده دوست هزار. اگر من این کار را نمیکدم تا حال سجه قهرمان را دوزی کده میرفت. امی مسکینی ها را یک بخش از افشاگریش ما کدیم که حال دیگه حداقل دوزی نمیتان، اگر بیا یک پیسه بتین نمیتان مردم. اما اگر مردم میرفت این امی نفرها را برای حکومت و در امریکا قانونه 100 نفر نه 50 نفر که پیسه داده آسان است. یک جایشو برو تو دمی کالیفرنیا پیش اترنی جنرال بی بی کمی دو نفر هم پیسه را از حلقش میکشه یا نه، اینجا قانونه. اما خوبوردگی ما اینمی که میگیم ولا ما دیگه به خدا کردیم، باز خدا خودش قصد نمیگیره، خدا نمیگیره. در واقع ما غول میباشیم که پیسه بدیم و او پیسه را مردم دوزی کنه در ایجا او را بر زنهای بیچاره افغانستان داده باشه. یک دفعه نه، دو دفعه نه، 100 دفعه در 7 سال دوزی کرده باشه. هنوز هم سجه میره خدا به عیس قرمان میگه با یک یاد دیگه میره گوش میکنه. این حال از این خاطر مسئولیت ماست که وقتی که مثل که در افغانستان مردم رای میده رایش تقلب میشه قرار در خانه میشینه، در ایجا کمک میکنن کمکشان دوزی میشه قرار در خانه میشینن. اگر من نمیره در میدیا مطرح کرده نمیرفتم سر سجیه خودتان حالا هیچ کس نمیفهمیده، هیچ کس و باز کرد از او کس خود برابرم نمیکرد، چرا که بسیار شلیته بود که میگفتی چیزی میابر خوار و مادر هر چیز در دم میزد از ترس در جای خودم منداختی. مگر من اینجا آمدم و راستی این امی نفرها را کفشا میکنی خب باز در جان تو هم میهنی دو میزنن چی؟ اما نترسیدم تو خیره دو میزنی دو بزن با ما اولا در اون دنیا خطت گپ میزنیم. ما خوشحال شدم دوست عزیزم، روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، شکر شما خوب باشین، بفرمایید. تشکر از پروگرام های تا مقبول تا در این روزا بسیار از کرونا و از یاد گفت داریم. اگر اجازه تا باشد یک خواه دیریم خواه 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 بفرماین. من خواهو میبینو که من نیمورم سر خواهو نیمورم و من نیمورم که همی اعمال زدفت من نیمورم نگتی در بیش نفتی مگم میکنی یک دوزا خواهو میبینی یک سایی کو یک سایی دوزا خواهو من تو جسیده نفتم تا از نو وشتر از نام تو کمی دوزا کنر آمدو اولی نفتی در سایی چی دیدو همی ملاحی از دیگینه همو دیدم از آن کشتر آها بله امر کشتن ما را که داده بود آه
Me poveci me gusta. Digo, de gol, digo, dice así, hay ahora nicodí. De gol, así, apoyas así, hay otra, que así nicodí. کوسر را گرفتن مگه او جه که کنن ای گفای ما یادشان نه بفرمایید بسیار خوش شدم دوست عزیزم خلاص یکان را ما میگم میگه تو دوزخ میدیشتا باز میگم خیره پیش دروازه دوزخ باز موتو میدینه اگر تو نگفتی که آقای یا بعد کنیم این مرم کت خود تیه کدام نسود روی خط سن دوست عزیزم بفرمایید آقای غلام خوشحال هستم بفرمایید دوست عزیزم جور باشین ما از سلامت برخوردار هستیم تا آله و مثل همه مردم چی که بیایم بفرمایید شوان که خوش دارن اما بدبختی دیست که اینا هم پیسه دارن هم زور دارن هم میتونن خدا از این رحمت الهی نجات هم بتن اما اونو بیچارهایی که در کوچه هست نام نداره زندگیش خراب است اینا بیچاره هست که درگیر از اینی میکروبا و مریضی ها و ویروس ها میشن روی خط سنداز سزن بفرمایید
روی خط هست. بله بخار. بله صاحب بفرمایید. بخار. روی خط هست این بفرمایید دو سجن. از خدا بترسن. از خدا بترسن. از خود چرا؟ چرا از چرا از خودت نترسم؟ از خدا خودت از خدا و از قرآن خودت از دل خودم هم از خدا و از قرآن خودت حال کرونا کامد نه حال کرونا کامد چرا از خدا بترسم؟ خدا عقل داده به ما این اگه امتحان را میکنه عقل مندی ما را امتحان میکنه سر ما یا سر سر ما نازل شده یا سر کلگی؟ یا سر تو خود بیتی جمع نزید سر تو خود بردت میری حال خوینم حال دوزخ دوزخ خود است آینده است او را خود نه تو میفهمی نه ما او را تنها خداوند میفهمی خب حال تو که میفهمی تو که میفهمی مانایشیست که سایکو تو از روی چی میفهمی؟ غیب میفهمی؟ من غیب میفهمی او غیب که میفهمی خود در قرآن در قرآن خدا گفته در قرآن سایکو در قرآن خدا گفته که هیچ کس غیب نمیفهمه تو چی تو میفهمی کی هستی؟ عقیده در چی داری؟ نه عقیده آل عقیده در چی داری؟ آله تو برادر بچه‌م می‌ندازی تو به ناسیت کی تو باشی تو نداری تو قرآن کی تو نداری تو یه باشی تو نداری تو به آدمی مناسیت کی ما با غیب تنها از طرف خداوند عقیده داریم اینی کسایی که میگه غیب نمی‌فهمیم نظر به قرآن بی عقیده هستند اما خدا و اما قرآن تو را بازه نکنه اما آله ای را بگو که خانه خدا چرا بسته شده؟ خانه خدا چرا بسته شده؟ خانه خدا از تاثیر منافقین از دست متعصب تعلیم زدند بسته شده بیش خود کاری. آله ما خو نمی رفتم ما خو جا نمی رفتم پا خورای مثل خودت می رفت ما خو جا بیا جا نمی رو خب پنجشن جا فا که رفتی چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ تجارت چی؟ تجارت چی؟ کی؟ کدام دو برادره؟ خودت مسلمان هستی؟ علی اخلاق آفرین اما یه اخلاقت اسلامی است از کجا یه اخلاق یاد گرفتی؟ افغانستان 150,000 عسکر ایسلیست کدامش چیزی کردین؟ اون کاکاهایت رفته بود در دوها کاکاهایت در دوها رفته بود کچان کاکاهایت سیگو کاکاهایت اون در دوها
مرده بود، دستایشان را ماچ کرد، امضا کردن دوستی، اما مردم افغانستان را میکشه طالبان. چی یک مسلمان بی آلی آلی باش باش یک آفرین آفرین بسیار خوبه آجی سای بشه اشرفایی. آلی تو که زن کل مردم ها میگی به عربی ماف میگایم با زناکار نمیشی. بازو زنا نیست، کدام لوده استی؟ نه مردم هستی، مردمی لوده 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 هستی. یک آدم لچک هست، یعنی سعی کنین که اینی اخلاق هستی هست. این یک آدم لچکی را قطع نکردم که باز شما نگوین که این وقت ندادین. حالا اینا لینه یک آدم دیوانه، اینی شش دفعه حج رفته، شش دفعه میگه من تجارت کردیم، من یقین دارم که دمیجه از چی پیسه میگیره، اما خیره فکر کنیم تجارت رفته. شش دفعه حج رفته و مردم در افغانستان از گشنگی میمره. اینه ای به اندازه لچکه که ما زن ازی او زناکار لوده، اما حج نمیرفتی یکم اخلاق یاد بگی. توی اینم امروز اگه هیچ کس دیگه نمیفهمه، در فامیل خودت خود مردم میشناسه، تو چه که یک آدم لچک پست و بد اخلاق معلوم میشی، اما فامیلت هم بچه تمیاله که بفهمه کلی خدا پایین مندازه که باش کس خدا نفهمه که ما بچه ازی لو دستم. همی بچه تام دو میزنید، همی زن تام برات میگه دو میزنید، بیادر تام عاجب با من نیست. من اجازه دادم که تو خود با مردم چی کنی؟ معرفی کنی. آجی شش رفع رفته، آجی زناکار، آجی لوده، آجی غول، اینا لینی یک آجیست. خب دوست عزیزم لین باز است. شما دوست عزیزم یکان دفعه ما مجبور استم که اینا را وقت بتم، بخاطر از این که باز اینا میگم که یعنی ما را وقت ندادیم، ما مخالفین استیم. تا حال کلگیش وقت دادیم، هر کدامش اگه دو زدن رو چکی کرده هر کار کرده برش وقت دادیم. دوست از این لین باز است، شما میتونید که زنگ بزنید. دوست از ما میگه که تا آدم های لچک نمون آقای آجی کرونا. ماریا میگه که نام از این آجی کرونا بوده، اما ما فکر نمیکنم که آجی آدم چی؟ کرونا آدم دیوانه بسازه و لوچک بسازه. باز کرونا یک کار میکنه میگیره میبره. خب دوست عزیزم شما میتونید زنگ بزنید، از طریق فیسبوک هم میگیرم. نمیفهم که باشیم که یکان دفعه می تلفون ما میگه چی پیدا نشه. یا آجی در سر تلفون ما کدام چف جادوگری کرده. حاجی صاحب دیگر رو چکی نکو. هموطنهای ما فکر میکنه، این نفر فکر میکنه که ما بسیار گپای خوب زدم. ما بسیار گپای خوب زدیم. فکر میکنه که آدم با عقل مسلمان خوب و وطن پرست. دو تا برادران رو میگه در جنگ نپرتو. اما ما هیچ کس را در جنگ نمندازیم. افغانستان درگیر یک جنگ آن قدر عمیق است که در افغانستان اگر کسی که بگوی تو به اتفاقی مندازی مانایش که لوده استی. تو نمیفهمی که در افغانستان چقدر به اتفاقی است. از این خاطر من در افغانستان به اتفاقی نمندازم.
به اتفاقی تا عمق سلول‌های مردم در افغانستان است. ما بدنامی نمی‌اندازیم، ما مردم را در جنگ نمی‌اندازیم، بلکه یک اتحاد واقعی باید به وجود بیاید. اتحاد واقعی چه وقت به وجود بیاید؟ وقتی که مردم دلیل اتحاد خود را بفهمند. ما زمان اتحاد میتونیم که مردم حق و حقوق مساوی داشته باشه. این میگه دو تا برادر رو در جنگ میندازی، حاجی صاحب همی خودت یک برادر دارید، میخوانید یک برادر داری، اگر تو حق برادرت بخوری، مثلا در قندار 100 جریب زمین داری، بابت فوت شده 80 شو تو میگیری، 20 شو با برادرت میدی، او برادرت که تو در جنگ میفته. به خاطر چی؟ به خاطر که تو حقش خوردی، عقیده باید مساوی بسازی. در افغانستان این دور را میزنیم میکشیم، سیک را میکشیم، مزاره را میکشیم، باز میگیم که جنگ تو انداختی. نه دوست عزیزم، تا زمانی که در مملکت ما آجی سر به شش وقت در افغانستان مردم به یکی دیگر احترام میکنن که عقی یکی دیگر را نخورن، این سیک این نمی غنی. همین مسئله ریاست جمهوری را سیک چند سال است که در افغانستان یعنی پشتون و هم پسترین پشتون تو نیست که یک پشتون خوب شده باشه که وطن نجات یافته باشه. این حاله اگر تو همی خود دو تا بچه داری، تو میموری، بعد از او بچه کلانت میگیره، عقب بیادر خورد خود میخوره، در جمع میفتن. ما جمع نمیدازیم، ما میگیم یک عدالت اجتماعی باشه که کل مردم بتانن در صلح و امنیت و احترام زندگی کنن. این دفعه آمدی دوده شام زدی، دفعه دیگه پاره نزن که هر کس در خاطر پای چیز داره میتونه امور استفاده کنه، مگر ما نمیکنیم امور را. مانایش نیست که نمیتانیم، مگر نمیکنیم امور کار آیست آیست. اما اخلاق هم یه عجب بد ساختی، 6 دفعه یه غول عج رفته، 6 دفعه. ولی برحال ما تلفون مگدخه باش که چی شما ریست کرده میشه. خریسا اگر به کعبه برند اخلاق خریده نمیتوانی. راست میگه آجی صاحب، کاش که میشد که اگر اخلاق میخریدیم پیسه یک عجب تا اخلاق میخریدی که امی گپا رو نمیزدی، یک تلویزیون خود در یک پیسه ساختی. ما ایتی اگر آدم هستیم آدم نیستی. خب این میگه پاره که میزنی، باز مردم خار میشه سر خود تام دل میزنی. روی خط هستین دوست ازم بفرمایین. سلام دوست ازم بفرمایین. آقای قدیمی هستم از فرانسه هستم. آقای قدیمی عزیز بفرمایین. آقای شبیه یار، من خواستم یک پیشنهاد بکنم در مورد یک قصر من، یک قصر تو که شعار افتار زیبای شما مطرح کردین. هر وقتی که شما می پروگرام برای شروع می کنم، بله، همین شما را تکرار کنیم تا به زبان همشه. والا یک چیز خوبه که امیر مردم بفهمه که یک قطره باش، دریا نیستی، یک قطره تو باش، یک قطره ما می باشم، یک قطره اینا، کل ما مجموعاً یک دریا میشیم. حق تلفی که میکنیم باعث از این است مثل یکی به قطره میمانه که میخواه بگه که دریا ما هستم. نه، قطره های مختلف، میلیون ها و بیلیون ها قطره یک جای شده، یک دریا را به وجود آورده. اگه ما هر کدام ما قطره خود با خرد خود باشیم، باز یک دریای سالم می داشته باشیم. اما ما می خواهیم که حق و حقوق مردم دیگر هم چی بکنیم، پامال بکنیم. بسیار خوش آمدید. من شفیه هم سرودی داشتم در سال 2017. بله. سرودی می خواهیم که شما تقدیم بکنم و دلیل این سروده بر شما اکنام تو فرمایید. بفرمایید دوست عزیزم. نام از این شعر من هم بکنم. بله. بیا همونطور که شما در سازمان آب از دین و فلنگ و این چیزا یاد کردیم، من هم در این شعر از حضرت استاد خود کوچک استفاده کردیم. بله بفرمایید. هموطن بیا یک پارچه چون مشت فلنگی شویم، سد رای دشمن و وطن
خیلی زیبا. من شما نام خیلی که اون پیر کهن از شما پیر نیستیم، اما پیر کهن شما میفهمیم که لطف کردین ما کهن شما خود میگیریم. اول پیر کهن یعنی یک آدم با تجربه، معلم، رهبر. تشکر، ما خیلی خوشحال شدم دوست عزیزم، به سلامت باشین. تشکر میکنم. تشکر از شما که به ما وقت دادید. تشکر. خدا حافظ شما و موفق باشید. جور باشین. روی خط هستین دوست عزیزم؟ من شکلی هستم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. شکر. شما چرا همه خود وقت میکنید که دوست شما رو بایکنند؟ دوست عزیزم، یکان دفعه که اینا میاره باز یک تا علمقای رقم خود دارن که وام میگه این خود ترسید اینه. ما یاره که میمانم بسیار یک فایده کلان میشه که همی هموطنهای ما ببینه که کسایی که مقابل ما هستن چقدر غول هستن. یعنی شما کمترین وقت شده که یک آدم بیایه در مخالفت ما با عقل و با منطق گفت بزنن، چون که با مخالفین هم میتونیم هر کس حق ابراز نظر داره. همی آجی صاحب هم از زندگی کم آموخته بود، شاید با همی گفایی که در ایجه زد اگر میجه خواندن یاد داشته باشه میجه ببینه که مردم چقدر کامنت ها برش داد، از روی شاید اخلاق سر اخلاقش تاثیر کنه. اگر ما فورا قد میگدیم ایتا آخر امود بد اخلاق میماند، اما امروز یک کس میشناسش برش میگه آجی خدا بسیار لوده ساختی، بسیار عمق ساختی، بازمی سرش تاثیر میکنه، دائنده اینه می کار نمیکنه. از این خاطر ولی ببخشین تو سایزم که برش وقت داره بخواه. مرکنه بینم این پرسای تسما نمیشن بخواه دیگه وقت تو رو برای میکنم دارم مردم بیتاری افناسا هر کمک کنم که اینوالا به چی آمد بسن ایچه کسان یه ویلو تو کرونا چه کلا نفر از بین خواد ببرن این دیویزان داره با اون مردم کمک کنند تا بیشتر از دفعه هج برا و فیلو ناسه عربا بسن اونو مردم را کمک کنن. ما اوکنه یه تاجر هستن و هیچ کمک نکنن. یه بسیار پس نسان هست. ما از اینجا میخواییم کمک کنیم مردم هست. اما این پر سال هم اونجا هستن. اما که در فکر مردم به اشاره افغانستان نیستن. یه پر باید اون مردم را کمک کنن. هم میگن که ما تاجر هستن. خواب دفتر از اون تاجر به پیسه را جمع میکنن. با اون زندگی خود که زندگی بیه خواهی کنن. یک آدمی که میای از اسلام دفاع میکنه و با ای اخلاق گپ میزنه، در واقع برامو پیغمبر توهین میکنه، با قرآن توهین میکنه، با مو باورهایی که داره توهین میکنه. اگر ما بیایم هر روز امت شما رو دو بزنم، ما از راه خود، از عقیده خود نمایندگی میکنم. بنان همه کسا میفهمن که ما بد اخلاق هستم و باورم بد اخلاق هستم. از همین خاطره که ما میشینم بخنده و دشنام تو گوش میکنم، ولی در ایواز با مردم میمانم تا در واقع میهاجی در زیر دامن خود بادپکه چالان کرده که مردم ببینه که آجی شش دفعی چقدر به اخلاق بودک در ایجا. آفرین با حضوری شما اونا چیزه که گفتن خودش باید با خود سر نکنه مالم دار؟ کامل؟ یک مسلمان مجموعه که در زفع هر زفته آجا بیجان خیلی وقتا من نگرد جور باشه کلگی دوست داریم امید از بکیتی پرسو از ما شما نبزه با مردم افغانستان کمک کنم. بخیر باشه. دوستای شما اگر برای ما نظر بتین که ما چی رقم پیسه بر افغانستان جمع کنیم که چور رفته. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم. آقای غلام نه در سر از این انسان نه انسان سر از اینا انسان نه انسان که نه تعلیم داره نه علم داره نه نه تربیه داره به پای خودم نمی فرمد که چه قسم صحبت کنه به سر از این مکن کرد نه تلویزیون که همی کسیم در ترانی در مقابل شما کرده بود انسان نه اخلاق داره، نه کرکتر داره، نه شرف داره، نه نموز داره و نه تربیه داره، دیگه چیز نداره. منطقه آفرین در شما که برعنی انسانهای بر اخلاق تربیه، نه لایق، نه جنس،
تبصره نکنین، من تبصره لازم کردم و همی هر کس که بود ماتور به ناموس خدا نکردن نمیگیم. دوست ما گفت من نمیخوایم به ناموس تو گپ بزنم، اگر چی که تو یک آدم زشت و بد اخلاق بودی، اما خیلی دیگه این چیزا میشد، من یقین دارم که دیگه این کارا نمیکنن. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. یعنی تاثیر نمیتونه بکنه دیگه، اگه خوب هستی خوب هستی، بد هستی بد هستی. بله بله خوب هر حال رزرو وقت نیمه نمیگیرم آقای شفیعی، رزرو هستی گذاشتم، بسیار تلاش کردم نتونستم که وقت اینا کی هستن گفتیم؟ کی هستن؟ هر کسی که با اینا کاری کرده بسیار از اینا راضی هست. کی هستن؟ برحال ما یعنی خانم جمیله؟ خانم جمیله؟ اینا نامشان کی هست گفتیم؟ شما برای از اونا میتونین و نگه بزنین که چی امکانات دارن اینا، در وجه کدام محصد در این افغانستان دارن، روابطشان چی هست، چطور میتونین به سر اتفال بتن؟ پشت سرش باز کمک جمع میکنیم، هفته آینده ما نظرخواهی میکنیم، ما ببینیم که به یک طریق باشه که این پیسه، مثلا شما که میگین در یونان، ما باید که نیمی پیسه شما را در یونان به یک طریق خوب برسانیم که به دست آدم در واقع کلشان نیازمند هستن، اما با کی کمک کنیم که زیادترین راه را رفته باشیم، یعنی زیادترین شکم و زیادترین زخم و زیادترین نیازمندی را مرفوع کرده باشیم. این را به همین خاطر است که چیز، اما تشکر میکنم، دوستای دیگه هم میخواین کمک کنیم، انشاءالله سر از هفته دیگه. بسیار خوش شدم، تشکر. خدا حافظ. آجی صاحب، خدا کنه که تو دمی فیسبوک بری، همی فیسبوک ما ببینی که تقریبا نمی کل همی کامنت ها در سر تو آمد، تو میتونستی که بسیار با احترام
با منطق گپ بزنیم، ما مخالف نیستیم، ما از نظیر ما تو میبانیم، ما حتی یک آدم هستیم، ما تو خود دم یک پیسه که خوبه که نامت نگفته بودیم. بفرمایید دوست از امروی خط هستیم. جواب آیا خیلی سلام تردیم لیتون و آجی برزویستم. آجی سلام علیکم، جواب خیلی بفرمایید. تشکر برای خیلی بودن مگر راستی یا جی اتمی یک تکلیف روانی داشت؟ ما فکر نمی کنم که یک آدم اوشار به زنگ ده یه تا گپا کدام تکلیف روانی داشت و حتما رفیقاش می خواست سر از زیرش خندی کنن برش تلفون دادن که زنگ ده. اگر نه آدم نار معلوم نمی شد، یعنی این تا گپای زشت چطر داده. اما خو خیره دیگه هموطنهای ما هر رقم خوب و بد دارن. اما جالبش بود که 6 دفعه حج رفته، 6 دفعه، این خودش قبول بودن است که 6 دفعه یک آدم رفته حج. بسید الان شما مرا مخواد تو فرمان شد آمدشم این چند پیشنهاد دارم. اگر این کلای کم نشه در خاطر ما همین هایچی اگر نگاشتی نسید در مردم اون دو هسته پای خود میدادیم که در امانت بزاری بسیار اگر شما که اجنبی مردم تایید کنید و در آن تلا باشم بکنه اگر تنبیه را برد و مردم را در بیداری ها بتانند تصمیم خوب کنند تا این دستان در پیسا دارم اصد یک نظر والا باشین. امی نظر شما بسیار نظر خوبه. امی را مام سرش زیادتر فکر میکنم. امی هموطنهای سیک ما که در جای مختلف است والا از ما که در آدم های با درد هم هستند. یعنی شما دیدین امو هفته یارا چی رقم وحشیانه قتل عام کرده بود. امی دو نفر از این کتما گپ زدم، یکی از این یک کتما گپ زشت نزد. امی نا مردم خوبه. ما می گپ شما را در فکر خود میگیرم ببینم که دیگر ها چی میگه، چون پیسه دیگر ها میباشه. اما بدون شک یکی دو فاوندیشن از سیکای وطن ما میباشه. اگر شما میخواین پیسه را برای خود سیکا کمک کنین میتونین بگوین. اگر برای سیکا میگین که پیسه را به نیازمندا در افغانستان کمک کن بزرگ هم میتونین بگوین. یعنی ما یک هفتهش فاوندیشن ایجا میتیم از هر طریقی که شما کمک کردین برای از اموام و پیسه میره. مثلا ما از طریق گوفندمی کمک میگیریم که آسانتر باشه. شما در اوجه فند میکنین مثلا میاد در اوجه 1,000, 2,000, 100,000 یک میلیون هر چی که آمد در اوجه. اگر شما نوت مانده بودین که اینی پیسه ما از طریق اینی فاوندیشن اینی جای بره، باز اون پیسه را ما از اوجه به امو فاوندیشن را این میکنیم که برای شما امو کمک به امو طریقی که میخواهیم کنن. یک آدم در پکتیا کمک میکنه، پیسش باید در پکتیا بره، یکی در هزاره، یکی دیگه میگه برای هر کسی که نیازمند در کمک، یکی میگه در یونان، یکی میگه در چی، این را امو رقمی بکنیم تا که هموطن ها می کمک بکنه و این میتونه که داینده از امی طریق ما بگیریم که بتانیم یک کمک نظارت هم کنیم که امی پیسه مثل که دیگر ها جمع میکرد و پیسه ها در جیبشان گم شد امی باز هم گم نشد چون امی چانس هم هست. نه پیش از سوال دینی بر امی حاجی صاحب خوچی نکنیم. امی حاجی صاحب نگیریم امی جا که امو پیسا را برسانه. سوال شما چی بود؟ سوال رو میگه که مسئولی او مقره آقای دوست است. آها میگه او سانکت که آن که در زمین است اما را برای شما آفرید سپس و آفریدش آسمان پرداخت و از آسمان را اتوان کرد و او به هر چیز دنیا اینا سوال است که وقتی که آسمان ها نبود که زمین در کجا بود و مقام او دوست را از
یعنی چرا یک اشاره میکنیم؟ بسیار تشکر. این آیت البته در قرآن است و آیت 29 سوره بقره است. در این قسمت در قرآن چیزایی گفته شده که چندین بار تکرار آمده، اما تکرار که با هم انطباق داشته باشه نبوده. قرآن وقتی که میخوانیم در کله شما هزارها سوال به وجود میاد، هر کسی که به دقت بخونه سوال به وجود میاد و این گناه نداره، به خاطر که خداوند خودش میگه که بدترین موجودات نزد خداوند کرلال هاییست که عقل خدا در کار نمیندازه. عقل تا که در کار مندازی سوال به وجود میاد. اینا میگن که خداوند میگه اول زمین به وجود آورد، باز هفت آسمان به وجود آورد. پیش از او آیا آسمان نبود؟ آسمان چی است؟ اینمی که آسمان چی است؟ در او زمان مردم تفکر میکرد، تو بالا کسای میکنی؟ ات یک گنبدی میخلد که اینمی آسمان، اگر در اوی سبرسی گنبدی بالاتر میره، بالاتر. یعنی این گنبدی اصلا در عمل وجود نداره، کسرت امی ذرات باعث میشه که یک پوشش معلوم شود. کدام آسمان وجود نداره؟ طبقات وجود داره، آسمان وجود نداره. هفت آسمان هم وجود نداره. مثلا ما میگفتیم که خداوند در عرش معلاست، اونم قدر گفته شده که مردم در کلش بگرده که خیلی خدا در کجاست. اصلا نگه پا ساینتفک نیست که اون عرش معلا در وجود. مردم فکر میکرد که اونم چی که هسته میگون بدی اینمیسه عرش معلاست و مردم به چی میدن. خداوند اونم قدر گفته که اینا بفهمه. اما ای که پیش از چی بوده؟ نه آسمان نه زمین رو تا به وجود نامده روی خط از انداسه زمین. سلام دوست عزیزم، خوب است؟ سلام سلامتی شما و بیندگان محترمتون. الان کوتا میتونیم بفرمایید پیش بریم با بیم بسیار خب بفرمایید. بله کردین. ما نه تنها که خوش ندارم بلکه وقت ندارم
یعنی بخی یک بار دیگه است که به سر میفته. اما وطنای ما بسیار نیازمنده و پیهم دوستای ما پیشنهاد میکنه که کار چطور کنه حالا اگر ما بله شما را من در فکر خود میگیرم در دو مطلب و واقعا میاجی را که وقت دادم امی مردم هم شاید کامنت هایی که میتنم واجی اگر یک کس برشم اونا را بخواند باعث از شکل دیگه ای بد اخلاقی را نکنه و من هر دو وقت شما را در فکر خود میگیرم پیشنهاد دوست عزیزم که در پیسه دست نزنیم ما خب به این پیسه ما هیچ رابطه نمیداشته باشم اما اگر می کمک هم نکنیم ما ناراحت میشم اگر بکنم هم دهی چون به این پیسه را هیچ اصلا نمیخواییم که یک رقم شکل به نام این رابطه داشته باشه روی خط از این دوست عزیزم بفرمایید آقای میرویس عزیز بفرمایید خوشحال هستم بفرمایید سلامت باشین ما در مورد موضوع کمک های شما در مورد کمک های افغانستان گرد سر از میخوایم گرد بزنم بسیار خوبا بفرمایید بنادر من برخواد این پیشنهاد دارم بخاطر از اینکه این موضوع بسارم و جنجالی نشه فکر کنم یک مرکز پیدا کنیم که در داخل شهر کابل باشه از یک جای شروع کنیم اگر نتیجه خوب گرفتیم بازدو به ولایت‌ها بریم آها و ما شخصا این نظر شخصی خودم هست دیگه بازی دیگه دوستای ما که چی نظر دارن ما دو نفر در آقای کابل پیشنهاد میکنم یکیش بنام دکتر بشردوست است و نفر دیگه شما بنام میاگاد کسی که آدم میتونه سر از اینا بخصوص بشردوست احتمال دیتر کنه که شخصی که یعنی کلیگی مشنست دیگه آدم شناخته شده است که کارایی نمیکنه که دستبازی کنه و در پول مردم و پینجرها و در حال دیسپلا نامزد بکنه یاده مایده ما ایست کنم سر از این اکبار میکنه بنادر ما اگر خود از یک مرکزیت شروع کنیم آدم از مخود شهر کابل شروع کنم بازی که اگر نتیجه خوب گرفت که مکای درست بود و کسای رمای درست در دهی قسمت سهم گرفتن ولی که یک موضوع دیگه هم متوجه باشیم که یک شخص در کابل زندگی میکنه
باید سه نفر نام گرفتن که تک کمک میکنه. اینا هم ضرورت برای سپورت دارن، کمک کار دارن که از بیرون باشه. شاید نمیشه که نفر کارم نداشته باشه، شب روز پشت دی کمک ها بگرده و خانه به خانه تقسیم کنه. یعنی همه چیز باید مد نظر بکشه. یک پروسی بسن کنان است، یک پروژی بسن کنان است که سرزی آمیان آدم فکر کنند. ولی که به نظر من اگر شروع شد از خود شارک ها بود، از یک قسمت بسیار مزدور که همی چی نتیجه را میگیره. باز از خود آدم به ولایت ها میتونه برد و دیگه جاید برد که به شکل فرنچایز میشه. وقتی فرنچایز میشه باید این متوجه باشیم که این کار است که یک بخش رو نمیشه. از یک قسمت شروع ختم نمیشه، به فرنچایز بدل میشه. یعنی در کل افغانستان تقسیم میشه. وقتی تقسیم میشه به کل افغانستان، یعنی هر کدام از این که یک بخش در شما در بطر مثلا در قندوز واد میکنید، این کمک ها را در اونجا گروپ میباشه که کارا را میکنن. این کارا را میکنن، این بیچاره هم ضرورت به یک سپورت یک کمک کار دارن. ما و امارا در قندوز بطر مثلا غلامعلی رو بیان کنم، غلامعلی بگیره این کار را کار را کمک کنید بیچاره. غلامعلی هم کسی که یک انسان مستحق است که هم ضرورت به کمک کار دارن. ما باید اینجا به سراغ بگیم که ایره ما برای یک مدت کوتاه میکنم که احتمال داره در حدود 4 هفته باشه، چون این حالتی که کرونا آمده و مردم چی در حالت عادی هم مردم بیچاره زندگیشان خوبتر از این نیست. اما من نمیتونم چون کمی وقت ندارم، من کوشش میکنم که یک یاد ارگانیزیشن های خوبه چی در بیرون افغانستان چی در درون افغانستان برای افغانان ما معرفی بکنم و او را هموطنهای ما بتانه که تحقیق بکنن که اونا درست باشه و نظارت بکنن. اینال ای یک چی به وجود میاد؟ چرا بسیاری امیر نمیفهمه که برای کی کمک کنه؟ آیا همون مردم خوب است یا نیست؟ این امیره تنها ما برای یک 4 رفته میکنم که برای از اونا مثلا ما را این بکنیم. مگر بال از او امی اینفورمیشن از یار در وبسایت ما میمانیم، در سازمان ها یا در فیسبوک خود میمانم که امی هموطنهای عزیز ما امو دسترسی را داشته باشد. و باز یک نفر دو نفر هم میگیم که اگر کسی در اینجا کدام چیزی دید که غلط باشد که یعنی صادقانه باز او را بگوین که ما او را به سم مردم برسانیم تا امو مردم بفهمه که اتا نیست که یک دفعه که نامشان آمد مردم دیگه پیسه دادن میره. اینه تا منظور من 4 هفته بعد از او باز میبرای من چون دیگه ایت نمیتانم و همی گنجایش ندارم. من اینی منظورم از در. یعنی شما چی میگین دیگه؟ نه منظور علمی کار که شما میکنه کار خوب است. 4 هفته یعنی در 4 هفته دادن نتیجه خوب گرفتن میتونه. خود میفهم پروسس اینا کسته، یعنی کار 5 ماه و 6 ماه است که آدم پلان رو بجو کنه. اگه شما منتظر 4 هفته بشین منتظر نتیجه بگیرین، به نتیجه نمیرسه به خاطر شورت تایم است، وقت بسیار کم است. یه کوشش کنه اگر لانگ بسازین یک دو نفر یا 3 نفر بسیار آدم مطمئن پیدا کنیم، مطمئن در افغانستان که امی کار از یک قسمت شروع کنه. من به شما یک مثال میتونم به مرکز تامین هم نمی کنم، دوستایی هستن من راستی یک کسی بود که بر من کلیپ ری کرد که در خانه پول می برد، ولی که من می پول را که تقسیم کرد من متوجه شدم قارینک در مابین خانه فرش شده بود، یعنی از خانه مکر قارینکش نوتر بود. بله من نمیگم شاید اما آدم مستحق بوده باشه، ولی کن شاید کسای دیگه در بین کابل افغانستان زندگی کنه که از اوکه در زیادتر مستحق باشه. یعنی ما چیزی که آدم روان میکنه باید به مستحقش برسه که در آینده رقم مسئله سجیه و آقای مسکینیار نشه. بسیار خوبه و همه که وقتی که خود راستی یک آدم صادق بود، یک آدم یک بچه بسیار خوب بودی مشنسمت از سابقه از اعزال نیه سابق مشنسمت همین کار کردی نمیخوایم که نام بچه ویزیته. بسیار تشکر. نام بچه بخاطر از این که مسئله پول است که هر کس والا این آیا برمه وزیفه داده که این کار رو بکنم این کار نکنم این قسمی گفا زیادتر مگرم ما ایره به منابع مختلف در واقع ما میخواییم که مردم را که میخوای سخاوتمندی بکنن با مردم که صادقانه امور با مردم میرسانه اینا را با هم وصل کنیم. هیچ چیز دیگهش ما دیگه نمیباشیم، یعنی ما درون میشیم این ارتباط با وجود میاریم بیرون میشیم.
با وجود که شما گفتین که کمک کوتا مدت شاید فایده نکنه، اما دیگه در هیچ چیز نمیتونم. آقای خلیل راغب هم میبینم که همراهشان تماس میگیرم، یک مؤثر در ایجه چی کردن در ایجه. ما خوشحال شدم دوست عزیزم، بسیار تشکر. کار نیکوس محفظ باشی امروید هستم برجه که صدام کنی دفوریده. جور باشین، جور باشین. آقای راغب، ما آهنگ شما رو شنیدم راجع به کرونا و رو استفاده میکنم در یک برنامه. واقعاً یک شعر بسیار زیبا داشت. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. سلام آقای عیار عزیز هستم. آقای عبیب ساعت آخر خونده شده نوزه. خب هفته قبل نتونستم که محفظ نشدم که تماس بگیرم. ما نمیخواستیم مردم چال شما را. آقای عبیب هر هفته دمی ایسه یک ده دقیقه پیشتر از یک تلفنشان نه کسی هستن که همیشه یکی دو بیت از اشعار استاد سخن به دل بزرگ میخوانن. بفرمایین آقای عبیب، و هفته پیش مس کردیم ایشان نتانسته بودن. خب شاید نظر شدیم یا شاید کنم کسی چاله ما را فهمید او را سر چشمای ما نکردیم کدام نفر دیگه نظر کردن. خب به هر صورت حال بازم خوشحال هستم که هم صحبت شدم با شما. تشکر. به ارتباط اما یک فکایی که هفته قبل یکی از دوستان گفتن که اگر غنی یتر همی بود یتر می بود، بله. همی کنم او یک گپ را زدن که مثلا اگر آدم زغال با صابون بشوید، بله دیگه کاملا اما ترامس کرده. اگر زغال کت صابون بشوید راستی یک مثال بسیار خوب است. میتونی که بشوید تا که زغال او شود اما نوز هم سیام میمانه. غنی همو هسته. بفرمایید. در قسمت فندیزم میگفتم من نظر شخصیم است که با مو دوست ما موافق هستم که شما میگید در این قسمت پایتان اصلا داخل نکنین و همین فندیزم اگر میکنین در قسمت دادرهای حال هنود که گرفته بودین این درست که اگر در مجموع تمام مردم افغانستان بگیرین بسیار چی میشه، چون گروپ چند تیم هست فعلا در کابل تیمایی هستن که اینا بسیار بچه ها و دخترهای جوان هست که اکثرشون چهرهای شناخته شده هستن، در تلویزیون ها کار میکردن، در هنرمند بودن، مثلا آقای نبی روشن، سردار نظری، ابراهیم وطندوست، محال و هاکی، اینا از چی هستن، مدلیر هستن، رومیلا ناصری، مدیریار از نورگل، فروزان، سمیر، اینا همیشون بچه های و دخترهای تلویزیون است که در تلویزیون کار میکنن. شما موقع پول مفرستین، شما را تلفونشان را گذاشتن، بعد همون پول که به مستحق میتونه، شما مستقیم میتونین برش بگوین که برای فلانی نفر ببر، مستقیم میرسانن، وقتی که ویدیو میگیره، همون لینک برای شما مفرستن. لینک موقعی که پول توزیع کرد لینک مفرسته، میگه این پول فلانی نفر مبلغ 8000 10000 افغانی فرستاده به نفر مستحقش میفرسته. اینا در این جریان کرونا یک کمپاین دارن، تیم کابل فنس هستن، تقریبا 6-7 نفر هستن، بسیار جوان ها محصولین هستن. یک تیم دیگر به نام کابل فنی پانک که اینا آقای نظر دوست است و آقای وطن دوست است، دیگه آقا بیادر که بیچار کار کرده، ای آقا بیادر هم از هنرمند بودن همکار، میفهم یک کومیدیان بسیار خوبی ما بودن، بله همکار چیز بودن، یک آدم مذاقی بودن. منتاد ای روزا یک دفعه یک ملایام کردن و خلیم پس رو ایلا کردن ملایی رمو. ما بسیار دوست دارم آقا بیادر، بسیار یک هنرمند بسیار خوب بود و چی بود، یعنی هم ممثل بود هم فکایی و چیزها را در واقع تمثیل میکرد. خواهید یک کار کنیم آقای عبیب، معلوم بشه که شما در این مسئله در جریان هستین، شما میتونین امیجه یک مشاور خوب باشین، شما تا داینده میتونین امیر نظارت بکنین، امیر هم با ما در فیسبوکم یک معلومات رایی کنین، هم در سازمان ها یک معلومات رایی کنین.
امیر شما در جمله یک 4-5 نفر 10 نفری که میگیریم که نظارت کنن نظارت کنن، کمک ما از طریق خود ما جمع نمیکنیم، یعنی کوشش میکنیم از یک طریق نان پروفیت اورگانایزیشن در امریکای اروپا همی گوفند می دوجه بره، از اوج اونمو پیسا و می کسایی که یک تعداد جوانا رو ما میفهم که اینا بسیار خوب چی میکنن، میتونیم که امور تیت کنیم با مو چند گروپ که هستن و یک کشان نه با چندین گروپ، اگر 100 دلار هم باشه با ما میتیم، اگر 1000 10000 دلار هم بود با ما میتیم که امو هم کار بکنن در بینش پشتون تاجک از داره ازبک و مردم میتونه بگه که اینمی به اینی مردم برسه، امو رو میتونه بازی ها منج کنن و جوان هاییست که حتمی آدم با احساس هم است در زمان دمو چی میباشیم در رابطه میباشیم که امو پیسا آدم ها عین چیز نمیمانن، آدم ها میتونه تغییر کنن، از زمین خاطر از امریکا مثلا یک نفر در کمپانی کار میکنن بسیار دوستش دارن، اما دو کمپانی هیچ وقت دو حالت نمیمانندش که دلش جمع شد بگه من حقا دوست دارن که من کار کنم میتونم، بنان شما در این قسمت میتونین کمک کنین، بنال اگر که شما برای من یک مسیج جایی کنین آقای عبیب ما شما را کش میکنم که در میسه در جمله همی چند نفر که نظارت میکنه پیشنهاد میکنه در می جمله باشین تا از اون طریق ما می کمک. حالا من دفعی که آمدم سر سجاگ اب زدم سر مسکینیان باز مردم ترسیدن از کمک کردن و این خوب شد که دست خدا گرفتن، هر کس می آمد مردم پیسه هم انداخت پیسه دوزی می شد، اینا رو پس ما می تانیم که کار کنیم که این پیسه رو از چنل های درست به دست مردم نیازمند برسانیم. اینی یک دیگه ای که شعر هم دارین یا امیر در جمله شعر زیبای بیدل بگیریم؟ نه یک شعر از بیدل که باید بسیار خوب بخوانم، همین شعر فکر کنم به ارتباط همین حاجی که 6 مرتبه حج رفته شاید که صد کنه اگه مقدار آها خواب بفرمایید. زه آفتاب قیامت اگر خبر داری، زه آفتاب قیامت اگر خبر داری، و فرق به کلاهان سایه کن قبار مریز، و فرق به کلاهان و فرق به کلاهان سایه کن غبار مریز، غبار مریز خب غبار مریز در مو حالت اگر غبار هم بریزانه بد نیست که فرقش سایه میکنه غبار هم، اما ز آفتاب قیامت اگر خبر داری، اگر نمیخوایی که یک روز در قیامت آفتاب قیامت که داخترینه در سرت حس کنی در بدنت حس کنی، امروز که در این دنیا استی یک آدم بیکلا میبینن غریب و بیچاره میبینی در سرش سایه کن، در سر مردمی که میسوزه از فقر از بیچارگی از روز بعد در سرش سایه کن تا که در او دنیا خداوند به تو رحم کنه در زیر سایه دست پر از محبت خود تو را قرار بده، در زیر آفتاب سوزان قیامت قرار نتید. خب این را برای آجی صاحب نمیگیم چون آجی صاحب در اینجا اینقدر سرش یگانه شد که تا دوستای ما اینجا نشته کده میره، از این خاطر این را برای آجی صاحب نمیتیم اما برای خود ما میتیم که اگر میخوایی که یک روز درد گشنگی را نبینی دیگران را کمک کن که در درد گشنگی و سر میبره، یک روز میخوایی که در آفتاب قیامت نسوزی امروز گرمای بیچارگی و فقر از سوزش بدن انسان ها پس کن. ما بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم، تشکر. خب باشین از فیسبوک بگیرم، دوست ما را از فیسبوک میگیرم. دکتر سه بر شما این زنگ میزنم جواب ندادین روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایین.
نظام جمهوری پول ما یک نظر شخصی به شما قرار. خب باشین پیش از اینکه در نظر شما بریم، اسم شما گفتین چی؟ خب اسم محکم شما را بخوادم. خب پیش آف خب بفرمایید. من یک نظر داشت گفتم میشه کردم پول نسیم پول یا کم امین پول برمی آقای شش اجر اون پیم دسته یفته ماچ بیرم اگر امکان باشه که خداوند تشه فهم کنه آدم شما. آقای شش اجر هفت اجر بسازه ما آجی صاحبه. نه دوستای ما میخواین پیسه جمع کنن یک بار دیگه شما را اجرایی کنن، چون میخواین که اگر شش بار اخلاق یاد نگرفتین در دفعه هفتم اگر خدا کمک کنه که شما را با اخلاق بسازن، اگر میخواین یا از پیسه همون تجارت که گفتین از پیسه تجارتتان میخواین اجبرین بازم خوب میشه. خب و خیر باشه. خب یک شوخی بود و من نظر دیگه داشت موقع به حساب جدود برنامه داشتم بشه ترازی بلندتر صحبت کنین نفهمیدم گفتم سر سهر جدود اگر کدام برنامه بسازیم که سهر جدود چقدر اهمیت دارد چقدر اسکت دارد و قرآن چرا کمک نمی کنم. قرآن یعنی بیمونه که وقتی که یک آدم سهر میشه چرا آیات قرآن سر سهر کمک میکنه؟ یک تفسیر کوتاه میاله میکنم اگر کدام وقت در کدام برنامه خواهد چی کردم شما میتونین بشین و بسیار خوشحال شدید و سازیم. در قرآن به صراحت گفته شده که سهر وجود نداره یا خود قرآن سهر نیست. قرآن شفا نیست، شفای مغزی شفا در قرآن آمده، اما شفا شفای ذهن است. باز ادبیات و کلماتی که در قرآن استفاده شده که ادبیات و کلماتی که امروز داریم فرق میکنه. مثلا در زمان مردم فکر میکرد که انسان توسط قلب خود میفهمه، انوز مردم نمی فهمید که مغز مرجع فهم است. بنابراین در قرآن آمده که ما برای شما چشم دادیم که ببینید، گوش دادیم که بشنوید و قلب دادیم که بفهمید. این حال ما که اگران دفعه میگم قرآن به اندازه اونمو فهم مردم همو زمان آمده، حتی ادبیاتی که استفاده شده ادبیات همو زمان است. از همین خاطر است که میگم قرآن ساینتیفیک نیست. اگه ساینتیفیک می بود باید اوجه نمی آمد که ما با شما قلب دادیم که بفهمید. اینال عمیف شفا که میگه شفای فهم است، شفای بدنی نیست. و جادو برعکس در قرآن کوبیده شده. از این خاطر قرآن نه جادو میتونین توسط قرآن نه جادو را میتونین پس کنین و نه جادو وجود داره. یعنی این چیزی است که ما شما ما خودم به جادو باور ندارم که کدام کس جادو کرده بتونه، اما روانا یا سایکولوژیکلی شما میتونین سر ذهن انسان ها تاثیر بکنین و حتی شما اگه دیده باشین که چی میکنن یک مرغ میتونین که قسم در سر روش دست بکشن که مرغ در خواب مصنوعی بره، کبوتر میتونن امی کار بکنن، انسان میتونن، اما چی نیست، جادو نیست. یکی از زیاد دوستای ما در اینجا گفتن که برای آقای بشردوست اگر کمک کنیم چنان چه در زنگ هم زنیم یا کلش در نظر میگیریم. روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایید. تشکر زنده باشید. یک کار نیک شما میدم به خاطر فاندیشن و چایسی شما امرجنسی گفتیم به خاطر تکلیف کرونا. بله یک قدم نیک است، اما نظر ما به خاطر که ما در لحظه قرار داریم که امکانات بسیار کم است، اما وقت هم بسیار کم است. وقت بله. مهم از دریه و ما به خاطر پروگرام شما پروبینیترین پروگرام های در لایف فیسبوک و در چنل تلویزیون های بین المللی هست. از این خاطر من از افغان
حضور بسیار کمی که داره کوشش بکنیم و خانه هایی که در افغانستان داریم در هر نقطه بسیار صحیح شما به تماس شوید شما به تماس شوید و بگوید که من این خیلی مقدار هست همون افغان داده ترازده افغان برداده چی خواب سایه رفیق بگوید که بالای کسی که شما اعتبار داریم برای از توانی که داریم هر چقدر کمک میکنیم کمک بکنیم هر چی آجالی تر کمک بکنیم برای برادی هموطن عزیز من بخاطر که وقت بسیار کم است و این کرونا تکلیف است که برای است که تا ما یکی نفس که میکشیم هر ثانیه و کمتر از ثانیه که نفس میکشیم برای ما مافی نمیتن و من از هموطن های خود خواهش میکنم بازم خواهش میکنم که شما پیش از اینکه به این فاندیشن ها و یک کارهایی میگید که آقای شفیار و افسان بردی دوستای ما در دنیا قلم برداشتن که این کارها رو میکنن شما با فمیلایت هم بتا باشن همسایی ما با اون محله شما کمک بکنید از طریق فامیلای خود از طریق افراد اشخاص که شما میکنن که نام مطمئن هستن از میران داریم داشتن که کلی کنن از اخیل اکتر چیزی بیتر کامران در بین همین گپ که شما زدین ما تا در قسمت اول برنامه گفتم همین یعنی گپ شما درست هم تکرار میکنم که اگر شما از یک طریق کمک کده میتونین که او را میفهمین که نینجا میره از طریق نه من نه هیچ کس کمک کنین خوبترینش هموز اما اعتیاد هموطنان ما اینه میره نمیفهمن که چطور نفر ندارن در اونو صورت اگر شما در اونوی سر قرار دارین باز میتونین که از این طریق کمک کنین و ما در یه خود شخصی به هیچ سر نمیداشته باشم اما پس سه تا کش میکنم که از یک طریق مسئول جمع شد که همون پیسه را تزار کنم عدد زنگ دادنم عدد تو من از یک تاکید میکنم بالا از یک افتی از آقای شفیقه و هم مثلا عزیز ما قوال ما را بشنید بخاطر که کرونا مرض است که همه ما شما من فعلا داکتر خود شدیم داکتر بله. خود شدیم یعنی کامل دارم همه هم مثلا ما در چی در داخل افغانستان چی در دنیا در خارج از افغانستان همه میفهمم که باید چی بکنن بخاطر وقایع از کرونا و جای بسیار تاثیر و این است که ما کشورهای ما شاید کشورهای اروپایی امریکایی اینا و پای خود پیدا بکنن نفوذ که در داخل جغرافیای شما صورت نجات بکنن ما تاثیر نمیکنم که کشورهای جهان سیاه برادران عزیز ما برای اروپا و امریکا این شاید واقعی باشه که شروع شد و ختم پیدا میکنه اما برای کشورهای جهان سیاه مثل افغانستان فقیر بیچاره و مثل افغانستان و امثال افغانستان بسیاری کشورها در همسایگی شد اونا تا 10-15 سال دیگه از این مصیبت دوری ندارن و امی بهتر و می هست که ما در شروع کار هستیم نگذاریم تمام برادرهای ما که اگر 50 پوند یا 50 دلار و یا یورو ما را که میتونه که یک زندگی را به خاطر علاقه خودش اگر طلب شد و به اولادش طلب نشد در اون خاطر ما شما همین نفس را که میکشیم همین احساس بکنیم و ما وطن خود دل بسوزنیم و کمک خود هرچی آجلتر برسانیم و هر فرده که میرسه خیلی هست حتما میتونم برادر عزیز ما اگر همین کمک شما برای یک پیسدار سرم اگر میرسه همون پیسدار سرم اگر از مرض کرونا نجات میفر او ده نفر دیگر نجات میده از مرض کرونا بخاطر هر کسی که مبتلا به کرونا میشه او رو ضرب ده میکنن بخاطر که یک نفر میتونه که همون مرض کرونا را انتقال بده به ده نفر دیگه که اصلا از کرونا هیچ کنه مطلع نداشته باشه کاملا اینمی کمک های هرچی آجل ما شما از هر طریقه که باشه از طریق آقای شفیعیار باشه و از فاندیشن دیگه باشه در چریتی مکرهای دنیا بین المللی داخلی هر هر کوشش بکنیم و من فکر کنم چریتی همون که میگیم چریتی بگینز فرام هوم از اون باید از خانه خود شروع بکنیم از طریق فامیلای خود بگذاریم که اونها مثلا غریب بیچاره تا در همسایگی ما قرارتر همون رو میجاد ما شما نمیم بسیار تشکر همین توصیه را که دوست ما کردن این بسیار یک توصیه خوبه همین کمک اولا میال همین وطنهای ما در یونان است روزگارشان خرابه در ترکیه هستند، در ایران هستند، در پاکستان و در خود افغانستان هر طریق میتونین کمک کنین روی خط هستین دوست ازم بله سلام علیکم شکر دوست ازم سلام عرض میکنم بفرمایید پیش از اینکه با هر چی بودم من این اقایی لبیو پرد میگم تشکر بکنم تشکر دوست یک سوال داشت دوست شده یاد آها همی دمی مصنوی شریف سر خط آها آمده که
بشنوه از نای اینجا بشنوه از نای چون شکایت نکنم یا بشنوه از نای چون حکایت نکنم بشنوه از نای چون حکایت میکنن از جدایی ها شکایت میکنن بله اینال امی مولانا صاحب وقتی که مردم جا سرش چی شد آخر رفت به خانه خود شیش امی مصدره را نویست و این حکایت اگر میکرد در نوال چی رو نمکرد شکایت نکرد این شکایت نکند در نظر من و در واقع حکایت کده و مصدره هم همه شکایت نه در واقع حکایت میتونه شکایت هم باشه نظر به ایست که حکایتتان چی است؟ مثلا شما از روزگار خود حکایت میکنین که چقدر سختی میگذرانه در واقع شکایت آمدین حکایتتان شکایت در نظر ما آها در نظر ما شکایت این شکایت میکنه از مردم شکایت میکنه و برای مردم حکایت هم میکنه بله و با دامیر اگر در سرش اگر داشته باشیم ما در واقع در سر امی ابیات مولانا یک برنامه داشتم بشنوزنه و ما او را یعنی سرازیش تبصره کردم که مولانا در واقع اگر شما بتانین ادبیات مولانا را بسیار خوب بفهمین باز در هر بیت از این مثلی که یک فلم ببینین پیش چشم خود میبینین یک فلم او وقت با زیبایی از کلمات و معنایش مثل که در پرده سینما می پیش چشمتان می باز اون وقت شما تاثیر زیبایی کلمات و اشعار و فعل فلامی نظرات فیلسوفی مولانا رو می فهمید ببخشید بخاطر که همیشه وصل میکنن مولانا حکایتش وصل است مردم به خداوند وصل میکنن و این شکایت یعنی از مردم هست در نظر ما همینجا گفته که بشنو از نای چون شکایت میکنند و از جدایی ها حکایت میکنند که مردم وقتی شوافتاش به خدا مولانا در قسمت کلمات آنقدر دقیق بود و آنقدر توانمند بود که هیچ نیاز بر از این نبود و نمیتونیم بگویم که در اینجا اینی کلمه باید دیجه میگودی کلمه دیجه مولانا میشیش گپ میزد یا غزل زیباترین دنیا میبود گپ میزد شعر نمیسرود گپ میزد یا غزل زیباترین دنیا میبود از این خاطر ما با شما یعنی این برداشت شما میدانه که برداشت شما باشه اما این را من با مولانا نمیتونم نسبت بتم که این از مردم شکایت میکرد مولانا همین چی میگه شمس تبریزی میگه میگه اگر ما بخوایم که گپم بر یک نفر برسه اگر به اون نفر میرسه حتی اگر از پی هزار سال باشد و مولانا در واقع امو بود در واقع امو بود گپ شمس شاید میرسید یعنی از مولانا میرسید از این خاطر ما او رقمه که شما گرفته نمیگیرم اما حکایتش میتونه که شکایت باشه ولی خوبه که در سرش فکر کردیم خوش شدم دوست عزیزم بخیر باشه یک گویلاوی دیگه هم دیگه خداوند جور باشه روی خط سین دوست بفرمایید بله سلام علیکم سلام خوارزم بفرمایید آقای محترم ایار خوب هستین شکر فضل خدا شما سلامت باشین بفرمایید بله ما تقریبا 3-4 از پیش به نام یک کسب فیاض نجمی $300 روان کردم که چون که همیشه برنامه خدا در یوتیوب پست میکنه غریبا را کمک میکنه اما پیسه مرا که به دست آورد چون که من اشتباه کردم پیسه را در اکانتش به بانک روان نکردم به طریق وسترن یونین چون پولی خانه بود به نام خودش روان کردم بار از او امو فیاض نجمی که در کابل که پروڈکشن کار میکنند بیخی تیلیفون ما هم نمیگیرم خودم پت کرده برش گفتم که پیسه را که تسلیم کردی با ما ویدیو روان کن که ما مطمئن شدم که پول با مستقیم رسیده اما این را به یه خاطر میکنم گفتم که اشتباه مرا کسی دیگر تکرار نکنه این وقت بنام که پول روان
نکنیم از شما ما بسیار صمیمانه سپاس میکنم که کار کردیم که گفتیم. آقای فیاض نجمی شاید تا حال و پیسر به شما نرسیده باشد، اما تلفنی خانم جواب بتین و خاطر که هموطنان ما از این بسیار میترسن، بارها پیسهشان مردم دوزی کردن. ما نمیگیم که خدا نکرده، شاید تا هنوز به شما نرسیده باشد، تلفنشان رو جواب بتین. پیسر با ما در تلفن بود، ما پیسر تسلیم شدم. خب باید ما برش گفتم، گفتم که مکتب ما در برابر پول بخاطر که مطمئن شدم ما اسمات میخوایم خوخ و روان میکنم. بعد که چندین بار زنگش میزنم هرچی میکنم بیسی خودم خود کرده، ولی که خدا نکرده کرونا هم گرفته باشش پیش تلفنش میباشم، باید یک جواب بدم. اما اینمی کارا در جامعه افغانی اعتماد کشته. حالا ما میالا که پیسه کمک میکنم، ما خودم هم یکان دفت میگم برای کی کمک کنم که برم، ما فضل خدا در افغانستان نفر میشناسم به مورا ای میکنم، یا حالا اگر به سیکای ما کمک کنم از طریق یک گدوارهشان یا یک فاندشنشان کمک میکنم. حالا اینمی خانم $300 ما بر شما بگویم آقای نجمی که در افغانستان هم در چی امریکا میتونست که از درخت ها مفته، امی خانم از نان خود، از عو خود، از یک چیز دیگه خود کشیده کمی پول به یک جای برسه. اینان شما مسئولیت دارین که اینمی پولی که میایه بر مرجع برسانی. اگر با خود پول کار داری بگو با مردم که مردم ما نیازمند هستم و ما می چند روپه کمک کنیم که اونو کمک با خودت که میشه خودت بگیری، پیسه مردم دیگر نگیری. اینمی خانم که اینال زنگ زد، مردم دیگه که خودت بشناسه برای پیسه کمک نمیکنه. به نان لطفا به این خانم زنگ ده، امو اسناده که کار داره برش تایی که. حالا ما همیان آقای عبیبی گفت، عبیب گفتن که در افغانستان یک تا جوان هاست که کار میکنه. ما از این میترسم که حالا ما با کی شما برای مردم کدام شما را بگویم که کمک کنه که شما هم پیسه را دوزی نکنین. خود ده دفعه را کمک کردی، باز دفعه از دامه در جیبت اتا نکنین. امیر برای خانم و خانم عزیز شما ایره تا هفته دیگه صبر کنید، چی کنید، در تماس باشین، هفته دیگه دوباره به ما زنگ دهید که باز اگر نکرده بودی کار، باز من همیجا عکس شام مندازم، اما کمیته که کارم میکنم مندازم که دیگه برش کمک نشه، که دوزی از کمک باید خلاص شود. این یک چیز مهمه. آقای ایلر امی یک برادر زنگ زد، یک فاندیشن برسان معرفی کرد که نبی روشن در ارتش است. واقعا نبی روشن صادقانه با ما فروش شده کار میکنه، پولم میرسانه، خودشان در این شرایط کرونا خانه به خانه میرن کار میکنن. من تا آدم پول در اکانتشان دوان در اکانت شخصیشان دوان نکنه، پول از طریق بانک برشان دوان کنه. از طریق نبی روشن کنه فاندیشن داره یا ایست که به نام شخصیش میشه؟ نبی روشن یک کمدین ما بود که با در شبکه خنده کار میکرد. خب. بازو از شبکه خنده رفت، اینمی تو اکانت علاقه امرای چند نفر دیگر را جمع کرده، کسی خود استودنت ها و دیگر پول برش میره در اکانت بانکی میره، باز پول هم میره در خانه غریبا و بیچارا آرد برنج و روغن و لیافت و شکل همی چیزا میخره. او واقعا صادقانه پول هم میرسانه به مردم. اینا رو من گپ دیگه برای دوستای ما میزنم که با ما اگه زنگ میزنن که پیسه مایی خوردی، باید آماده باشن که اسناد داشته باشن که یکان دفعه با بین خود رقابت داره یک نفر یاد بدن که زنگ دیم. منظورم نیست خوارزیم که شما این کار رو میکنیم داینده، که یعنی باز یام یک بیعتمادی کلان هیچ وقتی کار رو نکنیم. اما آقای چیز نبی روشن چرا این کار رو نکنیم؟ خب اینا ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم، تشکر از تلفن شما. آقای ایام دیگه بخاطر از این روشنه گفتم که تجربه شخصی مستم و بازم انسان شناختن مشکل از شما حق میگیم. یک اره یک دو دقیقه دیگه مرا وقت بزیم سرمی نسی و قسمت یک ذره گفت بزنم. سری کی؟ نسی و قسمت. آه بفرمایید. خداوند هیچ کاری را غلط نکرده، خداوند از کننده زمین و زمان کمال
تمام سیارات و تمام انسان ها و حیوانات هست. خداوند طفل دبر مادرش نگاه میکنه، خداوند هیچ کار غلط نکنه. غلطی از ما انسانی، از ما پدرها و مادرها هست که طفل خدا به جامعه صحیح تقدیم نمی کنیم. سبت نفاد ایوات نیست ریشن یا خوراق صحیح خم نیتی بود طفل و اون طفل که به دنیا میاریم نگه روزیش خدا میتره و من که لنگرش زمین میوار داره اموارتنشن یا متوجه که اون طفل کار داره او را برش نمیتیم. بالاخره اون طفل در جامعه یک طفل سالم و صحتمند بار نمیاید، از خود ناراضی میباشد و باز که شور میخوری میگن که اینمی قسمت بود، اینمی نصیب بود، اینمی را برو پیش خداوند بزرگو. خداوند کار خدا غلط نمیکنه، ما بنده های خداوند هستیم که اشتباه خدا سر خداوند میپرسیم. اینمی از ساینتستا سر کیس کسایی که کریمینال هستن، آدم کش هستن، قاتل هستن، سریال کیلر هستن، سر کیس از اونا کار میکنن. اونا کسایی هستن که تخلیت بسیار خراب هستیم شدن، ابیوز شدن، بخششان تجاوز شدن، ظلم شدن، بی‌عدالتی شدن. در جوانی خود نتانستن که مصدر خدمت به جامعه و به مردم شوند. زینال منظور ما اینه نیست که باید از این که استعداد خانمای زیاد مردم میگیرن تفرقه را بین اولاد ها میپرسن. آدم یک طفل بیاره توجه برش بتر طفل صحتمند و جامعه بیاره، خصوصا در این شرایط افغانستان اکثر مردم از خود ماشین چوچکشی جور کرده. شرایط جنگ است، مواد خوراکی نیست، 40 سال است که جنگ است. طفل میارن به اینمی امیده که خداوند است و خداوند نگاه میکنن و خیلی خداوند مغزه برچی برزاره که از مغز خود استفاده کنی خداوند از آسمان برز نمیفرده. بسیار همیشه که مشن اومده میگه خواره که اینمی کار اشتباهی رکم نیکنن از برای خدا اینی اشتباهی بنای من ایسی نمیره خداوند از تحصیل من رو اشتاکه و یک برد بیاده به امر خداوند از درخت نمسته. خداوند ایسا بیکار است که تمام برگاره در کنترول خود بگیره. خداوند وزیفه خدا انجام داده طبیعتا خوش شما خواهر عزیز. برای امروز ما شما رو میمونم، بسیار تشکر. دیگه چی هست؟ آخری تلفن میگیرم اگر زنگ زده. او یک دقیقه، این دوست ما از فیسبوک میگیرم، اینمی را آخری تلفن ما میستم، تلفن خدا دیگه گل میکنم. دکتر صاحب تلفن شما مشکل داره. دکتر صاحب سلام علیکم، جور بخیر، صحت شما خوب؟ سلام عرض ادب برسانم. صدای شما را دارم، ولی ها بفرمایید. من میخوایم که در این قسمت جمع آوری آنه اول خود احساس شما را ستایش کنم که بسیار بزرگواری کردیم و احساس پاک خود نشان دادیم که امرای مردمای بی دفاع و بی چاری افغانستان سهم میگیریم، سهمتان ادا میکنیم و یک کار خوب است. اما من به تایید گفته های بسیار دوستای دیگه هم که گفتن که دست خود به این قسمت آلوده نسازیم، من میفهم که به یک صورت از طرف شما کدام اشتباه نمیشه، اما بسیار وقت و انرژیتان ضایع میشه که جواب بدین برای مردم. گپ آسان برای مردم گپ مفت زیاد است و شما مجبور هستین اینا رو جواب بدین و اینمی خواهش هم میخواستم بکنم. و ضمناً من یک آدرس میخواهم بتون که با وجود من یک اتحادی هست، یک انجمن هست همینجا در آلمان که سابق من امرای از این در حقیقت من یکی از جمله بنیادگذارای از این انجمن بودم که به نام افغانستان هیلفه دی انکمت ایفاو. من آدرس و لینک از این روان میکنم به صفحه
اتفاق روان کردیم که شما خودتان یا یکی از دوستان مستقیما با خانم دکتر که معذف هستن، من شخصا فعلا ارتباط ندارم به خاطر باز مسائل شخصی و فامیلی، که هر کسی که میخواد که تماس بگیره مستقیما باش تماس بگیره، من شماره تلفنم گذاشتم، اگر اونا این مسئولیت قبول میکردن من شخصا بر من قابل اعتماد است، با وجودی که من شخصا باش ارتباط ندارم، اما خانم دکتر بسیار کارها در پل خمری کرده و بسیار کمک‌های مفید و سودمند کارهای سودمند کرده، از طرف ما قابل تایید است، اما باقی جستجویش را می‌توانیم که خود شما بکنیم. کاملا این یک مطلب بود. مطلب دیگه این است که ما یک انجمن کوچک اینجا در شهر کسل داریم به نام بیفت ایفاو که این مخفف بتغایون انتگراسیون اند فوردرون فون فلوشتنگ ان دویچلند است که ترجمهش تقریبا انجمن سرپرستی هماهنگی و پشتیبانی پناهجویان سیاسی در آلمان است و من امرای از اونا گرد زدم در قسمت کمک با هموطنهای سکر ما که در این مصیبت دچار شدم و اونا ضرورت دارن که فعلا حمایت شدن که اگر بتانن یک تعداد که میخواین برن در این قسمت کمک شدن و ما امرای از این دوستای خود که ما فقط صرف 9 نفر عضو داریم صحبت کردم و اونا موافقه کردن که 1000 یورو برای همین حرکتی که برای دوستای سک برای انداخته شده کمک بکنن. بسیار. هر وقتی که ما ارتباط بانکی یا مرجع کمک را که بیافیم ما میتونیم که این کمک را برشن برسانیم. بخیر باشه. ما بسیار خوش کنم دکتر سب. تشکر از لطف شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. دوست عزیزم سپاسگزار هستم از ای که شما در برنامه مثل میگیرین. نظرات خوبتان میتین. سپاسگزار هستم در این زمان از کسای مثل آجی سبام که خود بسیار به گوشه نمیگیرن، میاین خود معرفی میکنن. سپاسگزار هستم از مخالفین معرفا که دوام میزنن، اما بالاخره مجموع این همی چیزا یک حالت بهتر با وجود میره، یک تعداد آدمای شارتر و فامیدتر و خوبتر یک جای میشن با هم و در رهبری قرار میگیرن. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیرم. خداحافظ.